بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. دوستان عزیز، ما به امرای اسما جان یک جای می خواهیم که تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت شما دوستان به عرض برسانیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در 24 ساعت زندگی خود چی میکرد و ما مسلمان ها وقتی که تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه وسلم بفهمیم، باز ما همین تقسیم اوقات بالای خود تطبیق میکنیم. و اگر تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه وسلم نداشته باشیم و این تقسیم اوقات نفهمیم، حتما روز میشه که شیطان سر ما غلبه کرده و تقسیم اوقات دیگیر جا به جا بکنه. میفهمیم از ما جان قصه برد بکنم یک چیز جالبه. میگه شیطان کس همیشه میای تقسیم اوقات های مردم چک میکنه. مثلا میبینه که این مسلمان به تقسیم اوقات خود چی پروگرام داره. مثلا شب ما شما استراحت کردیم، شیطان میای چک میکنه که یا صبح کی برنامه دارم که به نماز صبح بخیزن یا ندارم، برنامه داره که این باز جماعت بره یا نداره، برنامه داره که قرآن شریف تلاوت بکنه یا نداره. این حال وقتی که تو شب خو میکنی، دواتی خو کردن، در این وقت فکرت هست که من انشاءالله صبح صبح کی وقت آزان که گفته شد من میخیزم. و وقتی که ایره گفتی نیت کردی، پس شیطان فهمید که تو در تقسیم اوقات چی داری؟ نیت داری که صبح صبح کی وقت به نماز بخیزی. مثلا گفت دنیت چی هست که بازش که نماز صبح خانم من چند دقیقه تلاوت قرآن بکنم، چند دقیقه ذکر بکنم، باز وادی طلوع آفتاب من چی بکنم. این حالا اگر شیطان دید که تو در تقسیم اوقات سفید سفید شب خواب کردی، نه ساعت تا آماده ساختی نه موبایل تا، از این خاطر شیطان چی میکنه؟ شیطان جاهای سفید تقسیم اوقات او پر نشته میکنه که خواب اسما خواب تا ساعت 9 بجه، چرا که تو خودت تصمیم نداری که نماز بخونی. این حال به این شکل تقسیم اوقات او چی کرد؟ از خواب پر کرد، از فیلم پر کرد، از سریال سعی کردن پر کرد، از موسیقی پر کرد، چیزایی که بناقص ضرر توست. از این خاطر ما شما کوشش میکنیم چی کنیم؟ هم خود ما، اول خود ما را الله جل جلاله توفیق بده که همین تقسیم اوقات سر خود تطبیق بکنیم و برای دوستای دیگه هم در برنامه بگیم، به خاطر اینکه اگر دوستای دیگه هم علاقمند ازی باشه، ما این کتاب شام جور کردیم، میشه این کتاب که استفاده بکنن، پیش خدا کسی کتاب داشته باشه و میتونه که مثلا سی دی داشته باشه، از روی سی دی هم اینه یاد بگیره و تقسیم اوقات 24 ساعته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تطبیق بکنه. اینا رو پیش از اینکه من تقسیم اوقات تطبیق بکنم، تو سوالی داری؟ بله. بفرمایید. تأثیر نیت بالای عمل انسان چیست؟ تأثیر نیت بالای عمل انسان چیست؟ این سوال بسیار خوب است. مثلا سعی که خو ما شما که روزانه از در خانه داخل میشیم بیرون میشیم، چند مرتبه از در خانه شاید ما شما در داخل و داخل شاییم بیرون شاییم؟ چند دفعه؟ ده دفعه؟ بیست دفعه؟ یک بیست دفعه میشیم. این حالا سعی کنیم بیست دفعه که در خانه داخل میشیم، حتما همیشه به کدام پای داخل میشیم؟ راست. به پای راست داخل میشیم. این حالا وقتی که به پای راست داخل میشیم، خب اینجا تو بیست دفعه در خانه داخل شدیم، در 20 دفعه کت پای راست داخل شدی، ثواب داره یا نداره؟ داره. چرا ثواب داره؟ به خاطر که نیت رسول الله صلی الله علیه و آله. این حال اینجا به شرطی که آفرین، اگر در نیت تی بود که من در این خانه داخل میشم با پای راست، با
به این نیتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما گفت که در انجام داده و وقتی در خانه داخل میشد با پای راست خود داخل میشد. پس در نیت تو چی بوده؟ که من به طریقه پیغمبر سم داخل اتاق شدم و وقتی که بیرون میشی که تو پای چپ بیرون میشی. پس در اینجا هم نیت چی بوده؟ که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از اتاق بیرون میشد با پای چپ. درست است. این حالا اگر یک نفر نیت نداشته باشه، اگر یک نفر نیت نداشته باشه با ثوابش بهش نمیرسه، وقتی که نیت داشته باشه با ثواب. از این خاطر پیغمبر مثلا گفته که انما الاعمال بالنیات. هر عمل انسان به چی تعلق داره؟ به نیتش. این حالا اگر در نیت تو این بود که من در خانه داخل میشم با پای راست به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم، در این صورت نیت تو درست است و اجر و ثواب عموم بر تو میرسه. بر تو میرسه. اما اگر یک نفر 20 دفعه با پای راست داخل شوه، نیتش نداشته باشه، ثواب برش نمیشه. از این خاطر این سوال تو جواب شفاه میدی؟ جواب سوال چی؟ سوال چی بود که سوال کردی؟ تاثیر نیت بالای عمل انسان چیست؟ این حال چی هست؟ این حال بگو مثلا برای دوستا که چه قسم بهشان بگی؟ وقتی که ما مثلا در یه خانه مثلا 20 بار 10 بار داخل میشیم به پای راست داخل میشیم، وقتی که ما چیز نیت داشته باشیم که ما طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله انجام میدهیم با ثواب او کار که ما میکنیم بر ما میرسه. وقتی که ما نیت نداشته باشیم 20 بار 30 بار در اتاق داخل شویم اما نیت چه نداشته باشیم، ثواب از او به ما نمیرسه و وقتی که داشته باشیم با ثواب از او به ما میرسه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله که انما الاعمال بالنیات. چی معنی انما الاعمال بالنیات؟ یعنی یقینن که اعمال انسان یا ثواب اعمال انسان به چی تعلق داره؟ به نیتش، به نیت هر کس تعلق داره. پس از این خاطر ما شما تقسیم اوقات 24 ساعته رسول الله صلی الله علیه و آله میخوانیم تا که بفهمیم که مثلا رسول الله هم چی میکرد و اون رو در نیت خود بگذاریم و وقتی که نان میخوریم، آب مینوشیم، در خانه داخل میشیم، از خواب میخیزیم، به خواب میریم، وقتی که طریقه پیغمبر سمیان داشتیم نیت میکنیم که من اینمی کار خدا و مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنم و انشاءالله تعالی برای ما در مقابل از چی میشه؟ ثواب داده میشه. خب دیگه سوال دان چی بود؟ معنای این حدیث شریف چیست؟ يأتي على الإنسان زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على جمر. خب این حدیث شریف خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که يأتي على الناس زمان، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که بالای مردم یک وقتی میاد که الصابر فيه على دينه، یعنی کسی که به دین خود صبر میکنه، كالقابض على الجمر، مثل چی ورس؟ مثل کسی که جمر میفهمی چی میگه؟ جمر قوغاتش هم میگه در بالای مردم یک زمانی میه، یک وقتی میه که کسی در دین خود صبر میکنه، مثل چی هست؟ مثل کسی است که یک قوغاتش ها گرفته باشه، قوغاتش ها گرفته باشه. این حالی کسی که قوغاتش ها میگیره دستش میسوزه نمیسوزه؟ میسوزه. یعنی میگه اگر دینداری هم کردی چی میشه؟ دستت میسوزه. یعنی ما شما این حدیث صحیح هست، شیخ ناصرالدین البانی گفته که این حدیث صحیح است. خب این حال در آخر زمان که امروز ما و شما قرار داریم، در این وقت تو یک سر انسان روزگاری میایه که کسی که به دین خود زیاد علاقه مندی داشته باشه، بخواه سنتای رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق بکنه، آنقدر سختی سر از این میایه مثل که قوغاتش دست خود گرفته. چرا؟ حالا مثلا یک نفر ریش خود کار میکنه، مثلا ملک بچه جوان ریش خدا میمانه، وقتی که ریش خدا ماند این بچه جهان میگه من ریش میمانم به خاطر که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یک دفعه سر از هر طرف سر از چی میشن؟ حمله میشن. او تو یک رو سرش یک نوا میمانن، دیگر رو سرش دیگر نوا میمانن، حتی اون کلینر محترم که هست نه اون رو که سر کنی دیگر را سلام میکنه، بیادر پیش برو، فلانی پیش برو، باز بر از یک صوفی سر پیش برو. پس ببین اینمی انسان مسلمان چیست به تکلیف میشه. یا مثلا یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف ما و شما میخونیم که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نماز خوانان دست خودم در اینجا هم گرفته. اینا یک تعداد برادرای مسلمان میخوان که همین سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست خود اینجا خود میگیر نماز میخوانن، سر از یاس قیامت میمیره که انا تو وهابیستی، انا تو مردم در دین تغییر آوردی، الا چطور است؟ یا مثلا در حدیث شریف اومده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وادی التحیات این قسمی خدا بالا گرفته، التحیات لله و صلوات از می اول تا آخر هم تا انگوشش بده، این قسم نامده که تو خود پایین کده بالا کده باشه، اما این قسمی آمده در حدیث شریف.
اینا اگر امی حدیث شریف این مسلمان تطبیق میکنن وقت ببینی که سر از این دو ساعت نام گذاشته میشن. پس مشکل چی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که در آخر زمان وقت میشه که یک نفری که دین خدا میخواد تطبیق بکنه، مثلا در عروسی نمیخوای ساز بری، میخوای عروسی چی باشه؟ میخوای در عروسی مثلا به شکل اسلامی باشه، به طریق پیغمبر صلی الله علیه و آله باشه، ساز و رقص و گناه یا نباشه، کلگی سرت خنده میکنه و تمام روز داشت نام میتی تو گپای عجیب غریب میزنه. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله به خاطر ازی که ما مسلمان ها و کسایی که میخواین سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله تطبیق بکنن بر از اونها مثلا آرامش تلبیه بده برشان، میگه که در آخر زمان همی قسم حالت است که یک کسی که دین تطبیق میکنه مثل کسی است که یک قوق آتش گرفته، از صابر و فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر، مثل که امی چیز گرفته باشه. از این خاطر در آخر زمان دینداری آسان هم است سخت هم است. آسان اگر انسان همین حدیث شریف بفهمه و بفهمه که مثلا آخر زمان است و بفهمه که ما وقتی که احادیث پیغمبر است و نتای پیغمبر را تطبیق میکنم الله راضی میشه، پیغمبرش راضی میشه، ولم که سختی هم باشه همین سختی ها برش آسان میشه. قابض علی الجمر گرفتن، آره حضرت ابراهیم علیه السلام آتش انداختن اما آتش برش گلستان گشت. کسی که ایمان قوی داشته باشه ولی که اگر مردم 10,000 گپ بزنه باز هم این متاثر نمیشه، اما کسی که ایمانش ضعیف باشه باز برش مشکلات پیدا میشه. از این خاطر انسان مسلمان کوشش کنه که ولی که سختی ها هست به خاطر رضایت الله و به خاطر رضایت رسولش امی احکام اسلام و سنت های پیغمبر صلی الله علیه و آله سر خود چی بکنه؟ تطبیق بکنه. خب سوال دیگه تان رو بگویید. محبت رسول الله صلی الله علیه و آله چگونه ثابت میگرده؟ اینا رو ببینید، هر کسی اسم جان هر کسی میگه که من پیغمبر صلی الله علیه و آله دوست دارم، با همراه پیغمبر صلی الله علیه و آله محبت دارم. سیزن من هم میگم محبت دارم، تو هم میگی محبت دارم. اینا رو محبت چه قسم؟ یک کسی اگر تو رو دوست داشته باشه، مثلا من تو رو میگم اسما تو رو دوست داشت دارم، چه قسم میتونم دوستی خود رو ثابت بکنم؟ من تو را میگم دوست دارم، حالا اگر من میگم تو را دوست دارم به مو شکلی که تو میخوای کار بکنم یا به مو شکلی که تو نمیخوای کار بکنم؟ من که میخوایم تو باید کار بکنم. وقتی که من تو را دوست دارم مانای دوستی همی میشه که من باید کار را بکنم که تو میخوای. اما اگر مثلا من یک کار میکنم تو را بگم اصلا من تو را دوست دارم لاغر کار میکنم که اون کار بد تو میه، باز من تو را دوست دارم یا ندارم؟ نه نداری. پس گفت ما چی میشه؟ من در حقیقت همین که تو را دوست دارم دروغگوی هستم. مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان، انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروش محصولات پیمان فیلم، دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبید الله متوکل، که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما، انتشارات سید جمال الدین افغانی، کارت 4، عروج کامپیوتر پلازا، منزل تحتانی، دکان شماره 4 به دست بیاورید. اینا رو دوستای عزیز شما ببینید، بعضی کسا ادعا میکنن که من پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست دارم، بعضی کسا میگه که من با امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبت دارم. اینا رو محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفهمیم که محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، محبت الله و رضایت الله، این کلش چه قسم حاصل میشه؟ وقتی که ما با سنت و طریقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی بکنیم. حالا کسایی که مثلا میگه ما پیغمبر صلی الله علیه و آله دوست داریم لکن مطابق طریقه پیغمبر صلی الله علیه و آله عمل نمیکنن، این چی هست؟ این در حقیقت دروغ میگن. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته که بدعت نکو، این بدعت کاری میکنن. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته ما زیاد توصیف نکنیم، او توصیف این توصیف به جای میکنه اومد داگه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که ساز میشی ساز خوش نداشت، این صد دول و طبل میزنه میگه من پیغمبر خوش دارم. پس اینا پیغمبر صلی الله علیه و آله کی دوست داره؟ کسی دوست داره که مطابق سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله 24 سال زندگی بکنه. و ما و شما همین برنامه رو به خاطر چی گرفتیم؟ به خاطر اینکه سنت های پیغمبر صلی الله علیه و آله بفهمیم و زندگی 24 ساعته خودم مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله بسازیم. سوال دیگه تو؟ از میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله چگونه تجلیل کنیم؟ حالا مثلا بسیاری کسا میگن مولود شریف. صحیح نیست؟ حالا
365 روز است یک سال؟ چند روز است؟ 365. حالا ما 364 روز پیغمبر صلی الله علیه و آله فراموش بکنیم یک روز پیغمبر به یاد بیاریم؟ این خوب است؟ نه. یا یکی دمی 365 روز کل روزا پیغمبر صلی الله علیه و آله به یاد داشته باشیم؟ این خوب است که در 365 روز تمام روزش ما پیغمبر صلی الله علیه و آله باید داشته باشیم. پس ما چه قسم باید از میلاد پیغمبر صلی الله علیه و آله چه قسم تجلیل بکنیم؟ در سال یک روز یا در سال 365 روز؟ در سال 365 روز. در سال 365 روز. پس اگر من مثلا ما بر تو بگم که اسما جان من تو را دوست دارم، در 364 روز هیچ چیز تو را نمیدم، نه کرای موتر، نه کتابچه، نه قلم، بازم یک روز در طول سال یک روز برای تو پیسه میدم، برای تو کتابچه میخرم، قلم میخرم، اینو قبول داری؟ خوش میشی؟ دوستی ما ثابت میشه برات؟ نه نمیشه. پس من اگه تو رو دوست دارم باید چی کنم؟ در اینمی 365 روز باید مطلب یاد داشته باشم، بعد کتابچه بخرم، بعد قلم بخرم. اینا رو ببینید، محبت رسول الله صلی الله علیه و آله قسم حاصل میشه. کسایی که نمیفهمن فکر میکنن که والا من 364 روز پیغمبر فراموش کو، سنت پیغمبر فراموش کو، ساز بی رقص بی خواندن ها، روانی 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 روان، باز این روز که پیغمبر سم تولد شده همین روز دیگه باز که بگی دیگه پخته بکن نان پخته بکن، لکن آیا پیغمبر سم به شکل راضی میشه؟ نمیشه. پس شکل درست تجلیل از میلاد پیغمبر سم چی است؟ که ما سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله 24 سال در طول سال هر روز باید داشته باشید. چه شد نه انشاءالله؟ فهمیدی؟ دیگه سوال؟ تقسیم اوقات رسول الله از چی وقت شروع میشه؟ خب تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه و آله از چه وقت شروع میشه؟ از وقت بیدار شدن؟ از خواب. از خواب. اینا رو وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله مثلا از خواب بیدار میشد، از اینمی وقت تقسیم اوقات شروع میشه تا وقتی که دوباره به خواب میرفت و باز تهجد میخیست، این تا دیگر از این روز صبح شروع میشه از بیدار شدن تا سبا صبح باز که از خواب بیدار میشه. دیگه سوالتون چی است؟ وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله از خواب بیدار میشد چی میکرد؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که از خواب بیدار میشد اول کاری که میکرد آثار خواب از چشمان خود چی میکرد؟ دور میکرد. از آثار خواب از چشمان خود دور میکرد. امام مسلم در صحیح مسلم روایت میکنه که عبدالله ابن عباس میگه که یک شب من به پیش رسول الله صلی الله علیه و آله رفتم، بازی همین حدیث طویل روایت میکنه و باز میگه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله از خواب بیدار شد آثار خواب از چشمای خود چی کرد؟ دور کرد. پس اولین کاری که پیغمبر صلی الله علیه و آله از خواب بیدار میشه چی میگه؟ آثار خواب از چشمای خود دور نکرد. یعنی آدم وقتی که از خواب میخیزه باید چی بکنه؟ آثار خواب از چشمانش دور بکنه. مثلا چشمای خود آثار خواب دور بکنه. درست است نه؟ چه قسم تو یاد گرفتی؟ تو آثار خواب آدم از چشمای خود پیغمبر دور میکرد. خب این اولین کار بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله میکرد. خب دیگه این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از خواب بیدار میشد چی میکرد؟ تسبیحات و اذکار میخواند. یک تسبیح چی بود؟ الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. يعني وقت که نو پیغمبر سم از خواب میخیست چی معنا میتمی الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور؟ که یک مسلمان میگه که الحمد لله، حمد و ثنا و صفات تمامی، حمد و ثنا و صفات لله، به الله الذي ذاتی که احيانا ما را زنده کرد بعد ما اماتنا، بعد از اینکه ما را میران. یعنی خود خواب مثل چی بود است؟ مثل مرگ بود است. پس حمد و ثنا و صفات است به الله که ما را زنده کرد بعد از اینکه ما را میران و الیه النشور و به سوی از او بازگشت است. این ای دو را یاد گرفتی؟ در بعد از خواب که بیدار میشی انشاءالله میره میخونی چی میگی مثلا؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور. معناش این داری؟ الحمد لله الذي احيانا زنده کرد ما را بعد ما میران و الیه نشور و ما بسوی الله بازگشت. خب اینا دعای دوم میخوانیم. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. بخوان تو. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. دوستان از شما میاد بگیم الحمد لله الذي عافاني في جسدي
ورد علي روحي وأذن لي بذكري. قولين شو الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. إن هذا معنى إيش جاس؟ نجيم الحمد لله الذي نجيم الحمد لله حمد السنة وصفات التركي بالله سبحانه وتعالى الذي مزادك عافاني في جسدي که برای من عافیت بخشید یا صحت بخشید برای جسده یعنی من جسد من سالم صحت نگه داشت ورد علی روحی و دوباره روح من در داخل وجود من آورد. آدم وقتی در خواب بره روحش شاید پرواز بکنه بره جای دور و خواب ببینه شده و اذن لی بذکره و الله برای من اجازه داد که باز من یاد الله را بکنم. اگر در این خواب میمردم روح من ببرامد خلاص دیگه نه ذکر کردم میتونستم نه روح میامد. پس وقتی که الله سبحانه و تعالی دوباره ما را دیدار شدیم پس ما میگیم الحمد لله الذی عافانی فی جسدی و رد علی روحی و اذن لی بذکره. چی معنا؟ الحمد لله الذی تمامی حمد و ثنا و صفات است برای الله جل جلاله الذی عزاده که عافانی فی جسدی که صحت بخشید به ما بدنم ورد علی روحی و روح ما بازگشتان و اذن لی بذکره و مرا اجازه داد که ذکر او را. خب دوستای عزیز اسما جان اگر اجازه باشه چون وقت پروگرام ما ختم است دوستای عزیز ناگزیر به همراه شما خداحافظی بکنیم به همراه اسما جان شما امید دعا را انشاءالله یاد بگیرین و به نیت هم خوب بسازین. اگر این دعا را یاد داشتین باز در برنامه دیگه باز دعاهای جدیدی که پیغمبر صلی الله علیه و آله بیدار شدن از خواب چی میکرد این امید دعای دیگر خدمتتان بگیم تا که های سای سر چندین برنامه ما بتانیم تقسیم اوقات 24 ساعته رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت شما دوستان عزیز تقدیم بکنیم. هم ترس درست از ماشون. خب شما با من دوستان خدا حافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا من شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا